عقایقی جالب از زندگی هوتن شکیبا از ماجرای ازدواجش با خانم بازیگر تا ماجرای مخالفت خانوادش برای بازیگر شدنش و اینکه چی شدش وارد دوبله عروسک و شخصیت های انیمیشنی شد تا پایان رو با ما باشید سلام به امروان همیشه ای کانال زر تیوی به کانال خودتون خوش اومدید اوتن شکیبا متولد سال 1363 در 24 خورداد ماه هستش اون متولد تهرانه ولی اصالتا کورد هستن فارغ و تحصیل لیسانس رشته کارگردانی از دانشگاه سوره و فوق لیسانس بازیگری از دانشگاه, دانشگاه هنر هستش که مهارت فوق العاده هم توی صدا پیشگی و دوبله کاراکترهای عروسکی و انیمیشنی داره اون اصالتا اهل سنندجه ولی متولد شهر تهرانه ولی خوب از کودکی بزرگ شده شهر سنندج و خودش رو کرد و سنندجی دونه. مادرش معلم مقطع ابتدایی بود و پدرش هم کارمند اداره کشاورزی خودش میگه من فرزند دوم هستم برادرم هومن نقاش و دو داییم هادی و مهدی زیاد دینی نیز نقاش و مجسم سازهای معروفی هستن او میگه اولین بار مقطع چهارم ابتدایی در مدرسه نمونه مردمی انقلاب در شهر سنندج با تشویق معلم پرورش این بازی در تئاتر رو تجربه کردم گذشت تا اینکه وقتی دبیرستان بودم یه فیلم کوتاه برای جشنواره دوربین های خانگی ساختم که خیلی کار خوبی هم شد اما با اینکه اوتن شکیبا خیلی علاقه به بازیگری و فیلمسازی داشتش ولی خب پدر مادرش مثل خیلی از پدر مادرها مخالف این علاقه او ای اون بودن. خوتن شکیبا میگه مادرم زیاد مخالف بازیگر شدنم نبود اما پدرم دائما میگفت باید جدی گرفتن تاعت به هیچ کجا نمیرسی. همین شد که به سراغ علاقه دومم جانور شناسی رفتم. دبیرستان تجربی خوندم و همین شد که به این رشته علاقمند شدم. پدرم بعد از اینکه دیدش از بازیگری فاصله گرفتم و فکرشو از سرم بیرون کردم من رو تشویق کرد که همین رشته جانورشناسی رو تا انتها ادامه بدم گذشت تا یکی یه روزی پدرم پیشم اومد و به هم گفتش که پسرم هر چقدر که فکر میکنم الان همه آدم ها دکتر مهندس هم شدن ولی بیکارن تو هم برو توی یه که دوست داری و اونجا بیکار باش همین شدش که مسیر زندگی اوتن شکی با, با همین جمله پدرش تغییر کرد و به قول خودش عشق در وجودش شعله ور شد عشق به بازیگری واسه همین پیش دانشگاهی ترجیح داد که هنر بخونه و تصمیم گرفت کنکور هنر بده و وارد دانشگاه سینما بشه. اوتن چکیبا میگه توی دوران دانشجویی تا میتونستم کار میکردم. سعی میکردم بازی های هم متفاوت باشه و این تفاوت همیشه از فانتزی که در ذهنم بود نشد میگرفت. بعدا در دانشگاه چند تا فیلم کوتاه هم بازی کردم. که یادم آخرین فیلم کوتاهی که کار کردم خیابون خیلی خلوت به کارگردانی سعید روستایی بود اون موقع هنوز شهرت الانش رو به دست نیورده بود فقط چند تا فیلم کوتاه توی کار رو بود اما ورود هوتن شکیبا به قاب تصویر و دنیای سینما هم جالبه خودش میگه اولین ورودم به سینما مقابل دوربین بهروز شعیبی در یک تلفیلم بود و بعد از اون هم سال 92 به پیشنهاد کاوه سجاد حسینی در فیلم شب بیرون بازی کردم بعد از اون با پیشنهاد حبیب رضایی به فیلم طبقه حساس کمال تبریزی پیوستم و در کنار در کنار رضا عطاران تونستم خوب بدرخشم بعد از اون هم به فیلم حق و سکوت هادی نایجی از طرف محسن قرایی دعوت شدم اما شهرت هوتن شکیبا رو میتونیم از سال 93 در سن سی سالگی به دعوت محمد بهرانی وارد دنیای صدا پیشگی شد و توی اولین تجربهش هم توی مجموعه کلا قرمزی عروسک دیوی رو کار صدا پیشگیش رو انجام دادش دو سال بعد از این تجربه اون با سریال لیسانس ها به کارگردانی سروش صحت با نقش حبیب به اوج شهرت رسید و طرفدارای زیادی رو تونست به دست بیاره اون سال 1397 در فیلم شبی که ماه کامل شد به کارگردانی نرگس آبیار در نقش عبدالحمید ریگی تونه سیمرغ بلون بهترین بازیگر جشنواره فجر رو هم به دست بیاره در مورد مشهور شدنش توی اون سالها میگه نمیتونم بگم که از شهرت بدم میاد چون دروغه همه ای ما علاقه به دیده شدن داریم اومدیم بازی کنیم تا دیده بشیم در غیر این صورت به کارهای اداری مشغول میشدیم که کسی ما رو نشناسه شهرت رو من تا آن اندازه دوست دارم که فضای خصوصی خودم آسیب نبینه جالب بدونید که هوتن شکیبا با اینکه سن و سال زیادی نداره ولی کار تدریس بازیگری رو هم انجام میده خودش در مورد این تجربه میگه از تدریس کردن خیلی راضیم تاثیرش رو میبینم دوست دارم اگه تجربه کسب کردم اون رو به افراد دیگه هم انتقال بدم اوتن شکیبا کلا آدم علاقمند به تنزیه و روحیه یه تنز بالایی رو هم داره واسه همینم توی اکثر کاراکترهاش حتی کاراکترهای جدیش این روحیه تنز رو حفظ کرده جالبه بدونید که هوتن شکیبا یکی از رکوردداران تحصیل دوی دانشگاه هم هستش اون لیسانسش رو بیش از 8 سال طول داده دوره ای که معمولا چهار ساله خونده میشه اون توی دو برابر تایگمه عادی یعنی 8 سال گذرون دلیلی هم که برای این طول کشیدن تحصیلش میگه میگه به خاطر اینکه در فضای کار دانشجویی و تئاتر دانشجویی بمونم از قصد خودم این کار رو انجام میدادم و درسم رو لف میدادم که بیشتر بتونم توی دانشگاه بمونم حتی وقتی هم که درسش توی مقطع لیسانس تموم شدهش تصمیم گرفت دوباره فوق لیسانس بگیره که توی این فضا باقی بمونه اما چی شد که اوتن شکیبا رفتش سراغ صدا پیشگی انیمیشنی اونجور که خودش میگه از کودکی عاشق کارتون بوده پدرش هم خیلی پایه بوده و هر وقت که کارتونی پخش میشده از تلویزیون دو نفر میشستن و کارتون ها رو با دقت با هم تماشا میکردن وقتی هم که بزرگتر شدش وارد عرصه دوبله شخصیت های انیمیشنی شد و یکی از معروفترین کاراکترهایی هم که ایفای نقش کرد فیلم سینمایی شیرشاه بود اما اوتن شکیبا در مورد بازیگر مورد علاقش میگه از بین بازیگرهای خارجی عاشق چارلی چاپینه و همه فیلمهاش رو شاید ده ها بار تماشا کرده از بین بازیگرای ایرانی هم خانم گلشیفته فرهانی رو خیلی دوست داره و ترانه علی دوستی باران کوسری و از بین آقایان هم شهاب و حسینی خسرو شکیبایی و عزت الله انتظامی و علی نسیریان رو بیشتر دوست داره او شکیبا هنوز به صورت رسمی ازدواج نکرده ولی خب خیلی جاها شایعاتی در مورد ازدواج اون با پریناز ایزدیار و همینطور الناز شاکردوست مطرح شده بود که البته دلیلش هم تعداد فیلم های پشت سر همی بودش که توی مقاطع زمانی مختلف هوتن شکیبا با شاکردوست و پریناز ایزدیار داشته ولی خب هیچ وقت توسط هیچ کدوم از اینها خبر ازدواج رابطه تایید نشدش اما تجربه صدا پیشگی اوتن شکیبا محدود به سریال کلا قرمزی نبود اون توی مجموعه جدید ایرج تحماس یعنی فیلم مهمونی هم حضور داشت و حضورش هم حسابی پررنگ بود اون دوتا عروسک اصلی این مجموعه یعنی بچه گلفروش و شاباش رو صدا پیشگیش رو براهده داشتش که خب دوبله کاراکتر بچه توی این سریال خیلی مورد توجه مردم قرار گرفت اوتن شکیباد جوایز متعددی رم توی سالهای فعالیتش تونسته به دست بیاره اون برای فیلم شبی که ماه کامل شد هم سیمرغ بلورین جشور فجر رو گرفت هم جایزه حافظ رو اون همینطور برای تئاتر اولیور تویست هم جایزه بهترین بازیگر تئاتر رو تونست به دست بیاره از جمله کارهایی که هودن شکیبا تو این سالها انجام داده میتونیم به فیلم سینمایی ملاقات خصوصی تیتی تی، ابلغ عام پسند شبی که ماه کامل شد هلن طبقه حساد حق و سکوت شب بیرون و همینطور سریال های فوق لیسانس ها کلا قرمزی لیسانس ها و ابله اشاره بکنیم اگه با کارهای این بازیگر خوب کشورمون خاطره دارید حتما فیلم مورد علاقتون رو تو بخش کامنت ها اسمش رو برای ما بنویسید و نظرتون رو در مورد بازی پوتن شکیبا برای ما کامنت بکنید یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب به کانال امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا بکنید